جان بولتون از جایگاه مشاور امنیت ملی کاخ سفید کنار گذاشته شد. تأثیر او بر روابط ایران و آمریکا چه بود و بعد از این چه اتفاقی می افتد؟ سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه دوی آخر هفته. جان بولتون یکی از سرسخت‌ترین مخالفان حکومت ایران است. او به روشنی از حمله به ایران حمایت کرده، حامی مجاهدین خلق و طرفدار براندازی حکومت ایران بوده. حدود یک ماه بعد از ورود او به کاخ سفید، دونالد ترامپ خروج آمریکا از برجام را اعلام کرد. مدتی بود که از اختلافات او و آقای ترامپ شنیده بودیم تا اینکه این هفته کنار گذاشته شد. بودن او چه تأثیری بر وضعیت ایران داشت و رفتنش چه تأثیر احتمالی خواهد داشت؟ در برنامه 4 مهمان دعوت کردیم. مهرزاد بروجردی، رئیس دانشکده امور همگانی و بین المللی دانشگاه ویرجینیا تک از واشنگتن. باز هم از واشنگتن، امیرحسین اعتمادی از سازمان دانش آموختگان ریبران ایران. مازیار خسروی، روزنامه‌نگار از تهران. و محسن سولدوست، پژوهشگر علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه کوئزلند از بریزبن استرالیا با ما. خوش آمد میگم به هر 4 نفر شما. آقای بروجردی، از شما بپرسم چرا آقای بولتون رو کنار گذاشتن؟ صحبت این بود که اختلافاتی سر قضیه طالبان و مذاکرات صلح با طالبان تیر آخر رو زده، اما اختلافات این دو قبلا هم صحبت شده بود، چیا بود؟ عرض کنم که بله، بنابر خبرهایی که از کاخ سفید درج کرده، در بسیاری موارد آقای بولتون و آقای ترامپ با هم اختلاف نظر داشتند. برای مثال در رابطه با کره شمالی و اینکه با رهبر کره با چه شکلی عمل بکنن مشکل بود. در رابطه با آن وقایعی که در ونزوئلا افتاد، آقای ترامپ موضع آسانتری داشت نسبت به موضعی که آقای بولتون گرفته بود. در رابطه با روسیه آقای بولتون باز یک نگاه جنگ سردی داشت و اعتمادی به آقای پوتین نداشت، ولی ترامپ این اعتماد رو دارن. در رابطه با تقویت یا تضعیف ناتو، اینها با هم اختلاف نظر داشتن. در رابطه با برجام و همچنین در رابطه با طالبان، که به نظر میاد این دو موضوع آخر، یعنی افغانستان و ایران، اون تیر خلاص رو به رابطه این دو فرد زده. این مهمه که در نظر بگیریم که ایشون سومین مشاور امنیت ملی آقای ترامپ بوده در عرض 3 سال گذشته که اخراج میشه، که این بی سابقه است. در تاریخ امریکا ما نداریم که یک رئیس جمهور در یک ترم 3 مشاور امنیت ملی خودش رو بیرون میکنه. حالا بگذاریم از اینکه وزرای خارجه قبلی، وزرای دفاع قبلی هم بیرون رانده شدن. به نظر من برمیگرده دعوای اصلی به اینکه آقای بولتون یک نگاه ایدئولوژیک داشت به مسائل سیاست خارجی، در حالی که پرزیدنت ترامپ چنین نگاهی نداره. ایشون معتقد هست که باید با حس و معیار خودش حرکت کنه، معتقد هست به مذاکرات دو نفره با رهبران کشورهای دیگه و این اعتماد به نفسی که میتونه نظر اونها رو عوض بکنه. بنابراین فکر میکنم این تغییر اصلیشون. آقای سولتوس، شما با نظر آقای بروجردی موافقیم؟ آقای فکر میکنید که اگر اینطور هست، احتمال مذاکراتی بین ایران و آمریکا بیشتر شده؟ درود بر شما. بله، من با نظرشون موافقم. به هر حال آقای بولتون نقشی فراتر از اون چیزی که به صورت مرسوم در کاخ سفید برای مشاور امنیت ملی بود برای خودش در نظر داشت. به حال به صورت مرسوم مشاور امنیت ملی نقش تسهیل کننده در سیاست خارجی و سیاست گذاری در کاخ سفید رو داره. بین نهادهای نظامی، اطلاعاتی، وزارت امور خارجه، گزارش هایی که مجموع اینها منجر به سیاست گذاری میشه. ولی آقای بولتون فراتر از این خودش رو میدید و بیشتر نقش سیاست گذار برای خودش قائل بود تا یک نقش تسهیل کننده. اینکه آیا منجر به صحبت با ایران خواهد شد، مذاکره با ایران خواهد شد، آقای بولتون یکی از اشخاصی بود که در رابطه ایران و آمریکا تا به حال تشنج زیادی رو ایجاد کرده بود. به نظر میرسه که آقای ترامپ این قربانی اولی رو به نوعی تقدیم کرد به طرف مقابلش، به ایران، برای اینکه شاید بتونه حسن نیت خودش رو نشون بده. شاید مذاکراتی، حالا از هر نوعی، نه دقیقا شاید مذاکرات رو به رو یا
آنچه که قبلا اتفاق افتاده. ولی به هر حال قدمی بود که شاید در راستای تنش زدایی بین ایران و آمریکا و نشون دادن حسن نیت آقای ترامپ برای باز کردن باب مذاکره با ایران باشه. آقای اعتمادی شما چی میگید؟ ببینید مسئله علاوه بر اون اختلاف نظرهای سیاسی که آقای ترامپ با آقای بولتون داشت و من حتی فکر میکنم که این مدت 17 ماهی که آقای بولتون در کاخ سفید موندن به نوعی یک معجزه است و خرق عادته، یعنی انتظار داشتم خیلی زودتر از اینها آقای ترامپ آقای بولتون رو کنار بگذاره. دو مهمان دیگه گفتن آقای بولتون یک نگاه خیلی ایدئولوژیکی داره به مسائل، از نظر شخصیتی هم آدمیه که میخواد خودش حرفش تعیین کننده باشه، یعنی برخلاف اون تصوری که و اون نقشی که باید مشاور داشته باشه به رئیس جمهور مشاور بده، اون میخواست که نظراتی که مشاوره میده اجرا هم بشه. یک اختلافی هم با به نظرم این اتفاقا مهمتره، یعنی شاید نقشی که آقای پامپئو داشته در برکناری آقای بولتون کمتر دیده شده. آقای پامپئو اختلاف نظر داشته با آقای بولتون، ببین حالا شاید اختلاف نظر سیاسی کمتر بوده، او اختلاف شخصیتی داشته با آقای پامپئو با آقای بولتون و انتظار داشته که آقای بولتون اینقدر در مسائل سیاست خارجی دخالت نکنه. مثلا در ونزوئلا آقای بولتون خیلی نقشش پررنگتر بود از آقای پامپئو و این مسائل خیلی به خوشایند آقای پامپئو نبود. این که منجر به مذاکره بشه، من فکر کنم حتی اگر آقای بولتون هم بر سر کار میموند مذاکره امکان داشت اتفاق بیفته. مسئله اینه که از چه موضعی مذاکره صورت میگرفت و الان ممکن از چه موضعی مذاکره صورت بگیره. آقای بولتون خیلی مخالف هر گونه امتیازدهی بود برای شروع مذاکره. به نظر مثل آقای ترامپ کمی در از سر این موضوع هم آقای بولتون اختلاف نظر داره و ممکنه برای شروع مذاکره یک امتیازات حداقلی رو به جمهوری اسلامی بده. باید همونجوری که دیروز هم در آخرین صحبت‌های آقای ترامپ شنیدیم که باید دید که چه اتفاقی می‌افته، برای اینکه واقعاً اتفاقات این کاخ سفید خیلی قابل پیش‌بینی نیست. حتی صحبت‌های آقای ترامپ هم روز به روز، هفته به هفته ممکن تغییر کنه. حالا اینکه سیاستشونه، استراتژیشونه، تاکتیکیشونه خیلی مشخص نیست، ولی باید دید که در به ویژه در این چند هفته‌ای که به این کمتر از دو هفته‌ای که مونده به این نشست مجمع عمومی سازمان ملل، باید دید که واقعا چه اتفاقی میفته و چه کسی جایگزین آقای بولتون میشه. آقای خسروی، از تهران میشنویم که میگن بولتون باشد یا نباشد ما قصد مذاکره نداریم با این وضعیت. به نظر شما آیا اینها در واقع صحبت‌های اولیه است و ممکن است در هفته‌های آینده تغییر بکنه یا نه ایران تصمیمشو گرفته که با این دولت مذاکره نکنه؟ من نمیتونم بگم که برای بلند مدت یا همیشه تصمیمش رو گرفته، ولی معتقد هستم که در کوتاه مدت و میان مدت مذاکره از سمت ایران صورت نخواهد گرفت. دلیلش هم این است که دیگه موضوعی برای مذاکره واقعا وجود نداره. کنار رفتن بولتون البته تحول مثبتی است، نه از جنبه اینکه امکان مذاکره ایران و آمریکا رو تسهیل کرده، از این جنبه که خطر برخورد نظامی بین دو کشور رو کاهش داده تا حدود زیادی. شنیده‌ها که از این بود در زمانی که پهپاد آمریکایی سرنگون شد، آقای بولتون اصرار داشت که حمله تلافی جوانه صورت بگیره و آقای ترامپ در آخرین لحظه با این حمله مخالفت کرد. از این جنبه تحول مثبت است، ولی اینکه آیا انتظار داشته باشیم به زودی و در شرایط کنونی مذاکره صورت بگیره، مثلا پیشبینی‌های خوشبینانه حاکی از این است که سفر آقای روحانی به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل ممکن است منجر به دیداری بین ایشان و آقای ترامپ بشه، به گمان من همچین چیزی صورت نخواهد گرفت و بسیار بسیار خوشبینانه. سمت ایران چیزی برای مذاکره واقعا وجود نداره، چون واقعا چیزی برای مذاکره وجود نداره، چون ما میشنویم که مثلا گفته میشه که آقای مکرون الان پیش افتاده برای اینکه خط اعتباری برای ایران ایجاد بکنه و به نوعی هم موافقت ضمنی آقای ترامپ رو هم گرفته. اینا صحبتایی هست که میشنویم، حالا چقدر چند درصد اینا واقعی هست یا نه هنوز زوده شاید برای قضاوت کردن. فکر میکنید واقعا ایران هیچی نداره برای از دست دادن؟ ببینید تمام برخاست آمریکا به گمان من بازی کرده به جز یک برد، در واقع تمام آن فشاری که باید وارد میشد رو وارد کرده، تنها و تنها یک برد باقی مونده بود و اون هم برگ احتمال درگیری نظامی بود که بسیاری از کارشناسان در ماه‌های گذشته نسبتش هشدار میدادن، نگران بودن که به دلیل نزدیک بودن نیروهای نظامی دو طرف در خلیج فارس ممکن است بر اثر یک برخورد اتفاقی، یک برخورد بزرگتر در پی بیاد، در واقع جنگ آتش بزرگتری افتخته بشه. واقعیت همین است که وقتی که طرف مقابل برجام رو به یک باره و یک جانبه
پاره کرده و ازش خارج شده، انتظار این که برگرده این سمت، دوباره تهران برگرده پای میز مذاکره و راجع به چیزی که یک بار راجع به مذاکره شده، توافق شده، دوباره مذاکره کنه، به نظر من انتظار دور از ذهن و غیر واقع بینانه است. ماجرا حتی اگر که اینقدر تحت فشار، بذارید ببینیم آقای بروجردی نظرشون چیه. آقای بروجردی، وقتی که آقای بولتون کمتر از یه ماه، حدود یک ماه بود وارد کاخ سفید شد، آقای ترامپ مقابل دوربین ها از برجام خارج شد. به هر حال نمیشه تأثیر آقای بولتون رو نادیده گرفت. نفرات پیش از او موافق ماندن امریکا در برجام بودند و او مخالف ماندن در برجام بود. آیا فکر میکنید که رفتن او میتونه تأثیری روی احتمال مذاکره بگذاره یا نه؟ ببینید، اول من فکر میکنم که بیرون اومدن امریکا از برجام لزوماً غذایی نبود که آقای بولتون پخته باشه، برای اینکه اگه برگردیم میبینیم که آقای ترامپ در دوران کارزار انتخاباتیشون با این مسئله مخالفت بود و هی میگفت که این بدترین بروجردی. ولی اگر که ما برایند نیروهای مختلفی که روی نظر یک رئیس جمهور در کاخ سفید ممکن است تأثیر بگذارند رو در نظر بگیریم، ظرف ماهای منتهی به خروج او از برجام میبینیم که تا زمانی که مثلا آقای تیلرسون سر کار بود، آقای ماتیس سر کار بود، او کماکان به هر حال در برجام موند، هر چند که تهدیدهایی میکرد، اما بلافاصله بعد از تغییراتی که صورت گرفت و آقای بولتون وارد شد، دیدیم که او از برجام خارج شد. درسته، ولی ببین یادمون باشه که قرارداد رو دولت آقای اوباما امضا کرده بود، بیرون اومدن امریکا نیاز به مشورتی با طرفهای اروپایی هم داشت و یک مدتی یه فرجه‌ای باید میدادن به شرکت‌ها و غیره. بنابراین اون دوران اول قبل از اینکه آقای بولتون به این مقام برسه، فکر می‌کنم دورانی بود که امریکا داشت این کارهای پیش‌زمینه‌ای رو می‌کرد. ببینید، واقعیتش این است که همونجوری که گفتم در اول، به نظر من سیاست خارجی امریکا رو آقای ترامپ تعیین میکنه و نه کسی دیگه. امروزه ما داریم به دوران کارزار انتخاباتی سال آینده امریکا وارد میشیم. آقای ترامپ احتیاج دارن به یک به اصطلاح توافقی که بتونن خبرساز باشه در سطح جهانی. مسئله کره آنچوری که خواستن پیش نرفته، به نظر میان دارن سعی میکنن این سیگنال ها رو میفرستن به ایران که علاقمند به مذاکره هستن با طرف ایرانی خودشون. اما واقعیتش این است که چون طرف ایرانی هم دست آقای ترامپ رو خونده و میدونه که ایشون چه علاقه به این مسئله داره، فکر میکنم این دفعه شاید دست بالا رو با وجود مشکلات اقتصادی تهران داره و لزوم نداره که مثلا آقای روحانی بیاد در نیویورک با ایشون ملاقات بکنه. اما من با حرف دوستمون آقای خسروی موافق نیستم راجع به اینکه ایران چیزی نداره دست بده. به نظر من صرف اینی که آقای ظریف پا شد و رفت در ملاقات سران هفت کشور اقتصاد مهم دنیا در فرانسه، بیانگر این بود که ایشون اون سفر براش اهمیت آنچنانی داشت که اونجا بره و طرح فرانسه رو بهش گوش بکنه و احتمالاً مذاکراتی در این رابطه بکنه. امروز هم آقای روحانی میگه اگر اروپایی‌ها پایبند باشن، ما یک سری از کارهای عقب کردهایی رو که از مسئله برجام کردیم حاضریم جبران بکنیم. اینا فکر می‌کنم آقای مرجدی با کی می‌خواد مذاکره بکنه ایران؟ اگه شما میگید که الان خیلی دست بالا رو داره، خیلی هم همچین یعنی فکر می‌کنه که لازم نیست که با دولت ترامپ مذاکره کنه، در حالی که شما می‌فهمید ترامپ به این مذاکرات احتیاج داره، ایران می‌خواد با کی مذاکره کنه؟ مگه نه اینکه باید مشکلش با آمریکا حل بکنه؟ بله، فکر می‌کنم اتفاقی که خواهد افتاد این خواهد بود که امریکا چراغ سبزی نشون بده به فرانسه، به آقای مکرون، برای این طرح 15 میلیاردی خط اعتباری برای ایران. ایران هم یک سری از کارهایی که کرده رو، چه در خلیج فارس چه در مسئله اتمی رو عقب گرد بکنه، این زمینه رو باز بکنه برای یک بحث طولانی مدت. بنابراین مذاکره ایران به طور مستقیم با فرانسه است، ولی به طور ضمنی این چراغ سبز امریکا رو فرانسه احتیاج داره. آیا اعتمادی موافقین ایران دست بالا رو داره؟ نه، ایران دست بالا رو که نداره. ببینید، این که آقای خسروی میگن ایران چیزی برای از دست دادن نداره، واقعیت اینه که تحریم نفتی داره اثر خودش رو نشون میده. امروز گزارشایی هست که ایران 120 میلیون بشکه نفت ذخیره شده داره در روی آبها و روی زمین و نمیتونه بفروشه. وضعیت دولت به طوریه که یارانه 4 درک بالایی رو میخوان قطعش بکنن. اینا مشکلات کوچیکی نیست و تحریم‌ها داره اثرش رو میگذاره. و من موافقم با آقای بروجردی، اون سفری که آقای ظریف بعد از بازگشت به ایران دوباره برگشت به فرانسه، نشون میده که اینها
نیاز دارن که امتیازاتی بگیرن، نیاز مذاکره دارن. موافق نیستم که دست بالا رو دارن. من سوال یه جور دیگه مطرح بکنم آقای اعتمادی، ما میشنویم که قصد آمریکا برای اینکه یک مذاکره احتمالاً صورت بگیره، همه میگم همه حرفایی هست که از دیپلماتی منبعی جایی نقل شده، این هستش که یک خط اعتباری باز بشه، ایران کمی هم مشکلاتش حل بشه و برگرده به اون در واقع اون عقب گردهایی که از برجام کرده رو دوباره منتفی بکنه و برگرده سر برجام. ایران که سر برجام بود و داشت برجام رو در واقع داشت انجام میداد، آمریکا از برجام خواست. اینو نمیشه آیا گفت که ایران برابر این سر حرفش وایساد، الان هم ایران یه قدم به پیش هست، آمریکا هست که مجبور شده برگرده. پیش فرض شما گزارش هایی که باید دید که چقدر درسته و چقدر اتفاق میفته. اگر این اتفاق بیفته، بله ایران یه جمهوری اسلامی در واقع یک پیروزی به دست آورده و این یک از نظر من یک اشتباه تاکتیکی شاید بدتر از اشتباهی که آقای اوباما کرده. ولی باید آیا واقعا این اتفاق میفته یا نه، من کمی تردید دارم که این کارزار فشار حداکثری که الان جواب داده و جمهوری اسلامی رو واقعا خیلی ضعیف کرده، اینها به یک باره بیان 15 میلیارد دلار خط اعتباری بهش بدن، اونم به واسطه فرانسه، چیزی به دست نمیارن و عملا این کارزار فشار حداکثریشون رو خودشون نابود میکنن. من کمی تردید دارم، ولی اگر واقعا این اتفاقی شما میگین و برخی از گزارش اومده بیفته، این یک پیروزی برای جمهوری اسلامی. آقای خسروی، نظر شما چیه؟ ضمن اینکه میتونید پاسخ بدید به صحبتایی که مطرح شد. ببینید، اون چیزی که من گفتم و دوستان با مخالفت کردن ناظر بر این بود که هر طرف آمریکایی دیگه گلوله‌ای برای شلیک تقریبا باقی نمانده به جز یک چیز و آن هم گزینه نظامی است. چون گزینه نظامی هم آقای ترامپ بهش تمایلی نداره، به ویژه در سال انتخابات، بنابراین دیگه دستش برای وارد آوردن فشار بیشتر به ایران خالی است. بنابراین از این جنبه من میگم که چیزی برای دست دادن نداره. البته تحریم ها فشار آورده، وضعیت اقتصادی در یک دوره بسیار دچار مشکلات اساسی شد، ولی ماجرا این است که تیم آقای ترامپ و آقای بولتون تمام تخم مرغ‌هاشون رو در سبد براندازی قرار داده بودن و تصور می‌کردن که با یک فشار زیاد خارجی و تحریم ها و یک تصور می‌کردن یک ناآرامی‌های گسترده داخلی در پیش باشه و حکومت رو به همونطور که آقای بولتون قول داده بود در نشست مجاهدین خلق در سال 2019 در تهران، این نگاهی بود که ایشان به ماجرای ونزوئلا هم داشت، با همین روی کرد با دولت مادورو برخورد کردن و تصور میکردن ظرف چند روز دولت سرنگون میشه. اولا این اتفاق نیفتاد. این که دوستان میفرمایند که این خط اعتباری 15 میلیارد دلاری و این ارتباط پیدا نمی‌کنه به ماجرای دیدار آقای ترامپ و آقای روحانی مثلا یا مذاکره ایران و مذاکره آمریکا. به هر حال مذاکره ایران و آمریکا که از زمان آقای اوباما جریان داشت و شاید آقای ظریف هایکلی بیشتر از هر دو وزیر خارجه در تاریخ با هم دیدار می‌کردند. مسئله اصلی در حال حاضر این است که آقای ترامپ نیازمند به یک قاب عکس هست برای انتخابات. لازم به این هست یک این هم صحبت بکنیم. واقعا چقدر به نظر شما لازم هست آقای ترامپ با یک در واقع بخش از جامعه آمریکا که به او رأی میدن، بسیارشون حتی ممکن هست اصلا به خارج از مرزهای آمریکا حتی فکر نمیکنن، براشون همون 52 ایالت هست که اولویت داره و خارج از اون اصلا اینها به شعار آمریکا اول رأی دادن. واقعا چقدر مهم است آقای سلجوس، نظر شما چی؟ برای ترامپ مهمه که با ایران چه میکنه در انتخابات؟ ببینید، به نظر من برای هر دو طرف مهمه، هم برای ایران هم و برای آمریکا. نه از این نظر که آیا ترامپ ممکن هست در آستانه انتخابات کاری بکنه، در واقع مذاکره‌ای بکنه که بتونه به رای دهندگان بگه که من یه مشکل بین المللی رو حل کردم؟ آیا اصلا برای پایگاهی که به او رای میده، پایگاه اجتماعی که به او رای میده، این قضیه بین المللی مهم هست؟ بله، یعنی بخشی از طیف طرفداران آقای ترامپ کسانی بودن که به خاطر شعارهای انتخاباتی آقای ترامپ که گفت نیروهای آمریکا از افغانستان خارج کرد، جنگ رو در خاورمیانه به پایان خواهد رسوند و مشکل کره و ایران رو حل خواهد کرد و جنگ خارجی به وجود نخواهد آورد، بهش رأی دادن. به هر حال به خاطر اینکه این قول‌های انتخاباتی خودش رو بهش عمل کنه، به این نیاز داره که بتونه مشکلش با ایران و یا کره شمالی رو به هر نحوی که هست حل بکنه. درسته که از جانب دیگه بهش فشار هست از افرادی که کمپین انتخاباتی آقای ترامپ رو حمایت میکنن، در دو طرف قضیه هم افرادی هستن که ضد جنگ هستن، مخالف جنگ هستن، هم افرادی هستن مثل حامیان مالی آقای ترامپ، مثل شلدون ادلسون که
یکی از شرایط حمایت مالیش از آقای ترامپ در دور اول خارج شدن از برجام بود. بنابراین عوامل زیادی باهش درگیر هست آقای ترامپ و فکر میکنم برایند این عوامل به نفع آقای ترامپ خواهد بود که بتونه حتی اگر شده یک در حد دیدار خیلی کوتاه، حتی در حد برخورد در راهروهای سازمان ملل هم ادعا بکنه که کاری که آقای اوباما نتونسته بکنه ایشون تونسته بکنه. یکی از چیزهایی که آقای ترامپ خیلی بهش حساس هست این که میخواد بخش شخصیتی خودش هست، دوست داره یه پرستیجی فراتر از آنچه که آقای اوباما داشت از خودش نشون بده. تقریبا تمام کارها، تفاهم‌نامه‌ها، قراردادهایی که آقای اوباما امضا کرده بود ایشون همه رو تقریبا خیلی‌ها رو به هم زده و خیلی‌ها رو دوباره داره همون‌ها رو اجرا می‌کنه، انجام میده. این هم فکر می‌کنم به خاطر اینکه بخواد ثابت بکنه که خب اوباما قرارداد خیلی بدی رو با ایران بست، من ازش خارج شدم و حالا یه قرارداد بهتر رو اومدم با ایران امضا کردم. به نحوی میخواد شخصیت خودش رو به طرفدارای خودش نشون بده که بهترین مذاکره کننده است، بهترین رهبر برای آمریکاست و بخش همون Make America Great Again. آقای اعتمادی، شما و خیلی های دیگه در خارج از ایران فکر میکردن که شاید بشه از طریق فشار به دولت ایران در واقع امکان براندازی رو فراهم کرد، اینطور هست یا نه؟ درست میگم؟ اگه اشتباه میگم شما بفرمایید. با این فضایی که شما میبینید، آیا فکر میکنید که اصلا این امکان کاملا برداشته شده، این گزینه از روی میز برداشته شده، و غیر از این فکر میکنید که چقدر ناامیدتون میکنه این صحبت هایی که از دولت ترامپ میشنوید که در واقع براندازی سیاست دولت او نیست؟ این که صحبت همیشگیشون بوده و من فکر نمی‌کنم هیچ وقت هم سیاست رسمیشون برخلاف یکی از مهماران که گفتن سیاست رسمیشون براندازی و تغییر رژیم بوده. واقعا اینا این فشار حداکثری رو آوردن برای اینکه به یک توافق بهتری برسن و جمهوری اسلامی رو در واقع به نوعی تسلیم بکنن که اون 12 شرط آقای پامپو که رفتارش تغییر بده، و فکر می‌کنم اونها هنوز برای اینا مهمه و سر میزه. یعنی تا وقتی که آقای پامپو وزیر خارجه باشه و حتی صحبتش هم از شما مربوط به بحثم، یا حتی صحبتش این است که او مثل در واقع کیسینجر نقش دوگانه بازی بکنه و همزمان مشاور امنیت ملی بشه، اما اگه این اتفاق هم نیفته به حال یه فرد نزدیک به او قرار میگیره. من فکر کنم تا وقتی که آقای پامپو هست اون 12 شرط هست اون و جمهوری اسلامی باید خودش رو تبدیل بکنه به یک حکومت نرمال. در این مورد هیچ تغییر نکرده. اون بخشی که مربوط به مردم ایران میشه، یعنی که بتونن از این فشاری که خوشبختانه به نظر من ایالات متحده بر جمهوری اسلامی آورده و ضعیف‌ترش کرده استفاده بکنن و از این فرصت استفاده بکنن برای اینکه جمهوری اسلامی رو تغییر بدن. اون بخش به نظر من کاملا مربوط به مردم ایرانه و استفاده از این فضاه. من در مورد اینکه سیاست دولت امریکا چقدر تغییر میکنه، اون میزان تغییرش رو اونقدر نمیبینم که حالا با رفتن آقای بولتون حالا این فشار خیلی کم بشه و این فرصت از دست بره. دست کم تا وقتی که این سیاست ادامه داره اون فرصت برای براندازی جمهوری اسلامی هم خیلی مناسب و مغتنم سر جاش هست. چون شما به اون 12 شرط اشاره کردید، میپرسم، بسیاری میگن که این 12 شرط اگر اعمال بشه جمهوری اسلامی باقی نخواهد موند. بسیاری از این شرط ها شروطی هست که جمهوری اسلامی اگر اجرا بکنه جمهوری اسلامی نیست. بنابراین فکر نمی‌کنید که همین این یک تناقضی درش داره؟ یعنی که دولت آمریکا میگه سیاست رسمیش اینه که براندازی نمیخواد بکنه، از طرفی شروطی میذاره برای مذاکره که اون شروط اجراش به معنی براندازی است. بعد از ببینی از نگاه چه کسی، از نگاه آقای خامنه ای یا مثلا تحلیلگران داخلی، آقای روحانی، آقای ظریف، بله، ولی از نگاه یک ناظر بیرونی اون شروط خیلی عجیب غریبی نیستن و تقریبا اکثر کشورهای دنیا شاید همشون دارن اون کارها رو انجام میدن. یعنی یک کشور نرمالی هستن به نوعی. من به همین خاطر فکر نمی کنم که از نگاه آمریکایی یک چیز عجیب غریبی باشه که اونا فکر کنم مثلا این اتفاق بیفته معنیش تغییر جمهوری اسلامی هستش. اونها از نظر اونها با جمهوری اسلامی حتی میتونه باشه، ولی مثلا خواستار نابودی اسرائیل نشه، نمیدونم به حماس و حزب الله و اینا کمک نرسونه، گروگان های خارجی نگیره، نمیدونم شهروندان دو تابعیتی رو نگیره. یعنی همین اتفاقا از نظر نگاه دولت امریکا عملیه با وجود سرکار موندن جمهوری اسلامی. آقای بروجردی، آیا به نظر شما این در واقع دوره ای که بهش اشاره میشه، دوره ممکن هست دوره بالا گرفتن در واقع آقای پومپئو باشه، نقش او پررنگ تر بشه،
این اولا این رو شما قبول دارید یا نه، و اگر این طور بشه آیا به نفع ایران هست یا آقای پومپئو هم حالا به شکل دیگری به قول آقای سولتوس شاید حالا به عنوان جنگ طلبی به اون سطحی که آقای بولتون علاقمند بود به این که حتی اگر حمله نظامی هم بود جلوی ایران رو باید گرفت، آقای پومپئو شاید نیست، اما به هر حال او هم علاقمند هست به این که به نوعی جمهوری اسلامی رو کنترل بکنه. آیا فکر می‌کنید آیا دوره آقای پومپئو داره در واقع آغاز میشه و او هست که قرار هست که افسار سیاست خارجه آمریکا رو به دست بگیره؟ نه خیر، من با این نظر موافق نیستم. اولا اجازه بدین اول بگم که به نظر من نه آقای بولتون نه آقای پومپئو در قد و قواره هنری کیسینجر نبوده و نخواهند بود. این آقای بولتون به خاطر اون نگاه ایدئولوژیکش که اون انعطاف فکری که یه نفر مثل کیسینجر داشت و بازگشایی رابطه امریکا با چین رو رقم زد رو نداشته باشه. و آقای پومپئو هم به نظر میاد که در این دو سال گذشته اگر توجه بکنید ایشون هیچگاه برخلاف آقای بولتون هیچگاه اختلاف نظر علنی با آقای ترامپ نداشته، برخلاف مثلا آقای تیلرسون که اختلافاشون خیلی علنی کرد. به نظر من آقای پومپئو علاقه اول و آخرش ماندن بر سر شغلی هست که داره، بنابراین مخالفت جدی و عمومی به هیچ وجه با آقای ترامپ نخواهد کرد. و سیاست و شخصیت آقای ترامپ هم طوری هست که اجازه نمیده در سایه کسی بخواد زندگی بکنه یا تصمیم سیاسی بگیره. هر کسی رو که در این مدت ما دیدیم مطرح شد، جنرال 4 ستاره باشه، رئیس قبلی کمپانی اگزان باشه، هر آدمی که در این قاموس مطرح میشد که ممکنه توجه مطبوعات رو به خودش جلب بکنه ایشون کنارشون زده. بنابراین فکر نمی کنم آقای پومپئو کسی هست که در این راستا قدم برداره. یادمون باشه اون 12 شرطی هم که ایشون صحبت کرده مدت هاست دیگه ازش صحبت نمی کنه، چون به نظر من شرایط واقعی برای تغییر رفتار ایران نبود. اشاره کردید به موقعیت و ویژگی های آقای پومپئو. جالب هست از این نظر که آقای پومپئو بلافاصله بعد از هر باری که آقای ترامپ چیزی گفته که حد زده میشه که با بقیه سیاست خارجه آمریکا منطبق نبوده، اومده و به نوعی اونو رفع رجوع کرده بدون اینکه خیلی مستقیم این رو در واقع تو صورت آقای ترامپ بزنه. به نوعی مثلا در مورد سوریه ما دیدیم، در مورد کره شمالی دیدیم، در مورد ایران هم حتی در مواردی دیدیم حرفای آقای ترامپ میزنه، بلافاصله پشت سرش آقای پومپئو میاد و اونها رو تصحیح میکنه. آیا فکر نمیکنید این یعنی که به هر حال او هست که داره تعیین کننده، نقش تعیین کننده داره در سیاست خارجه، و سیاست خارجه رو ممکن است ترامپ یه چیزایی در موردش بگه اما اصل موضوع و اون چیزی که واقعا در زمین اتفاق میفته اون چیزی است که آقای پومپئو ترسیم میکنه؟ نه، من اتفاقا فکر میکنم برعکس این مسئله است. ببینین الان این وقتی که آقای ترامپ این به هر شکلی داره علاقه خودش رو به مذاکره نشون میده و یه آدمی مثل آقای پومپئو که میدونیم نظرهای محافظه‌کاری داره، حالا نه به تندی آقای به اصطلاح بولتون، ولی ایشون اختلاف نظر داشت. اگر به نوشته ها و حرف های پیشین ایشون مراجعه بکنید، زمانی که در کنگره بوده، زمانی که رئیس سازمان سیا بوده و غیره، میبینید که موازش با آنچه که امروزه باید در مقام وزیر امور خارجه توجیه بکنه کاملا متفاوت است. چه از کره بگیریم، چه مذاکره با طالبان، اینها چیزایی نیستن که به مزاق آقای پومپئو با نگاه فکری که داره خوش بیاد، ولی مجبوره به خاطر اینکه ترامپ به اصطلاح حرف آخر رو میزنه ایشون بره به اصطلاح صافکاری بکنه صحبت‌های آقای ترامپ، چون برای متاسفانه صحبت‌های آقای ترامپ احساسی لحظه‌ای فکر حسابی پشتشون نیست و ایشون در مقام وزیر امور خارجه مجبوره که به یک بوروکراسی عریض و طویل وزارت امور خارجه امریکا جواب بده، بنابراین حرف‌ها رو شسترفته‌تر باید تحویل جامعه بده. آقای سولتوس نظر شما رو راجع به همین موضوع می‌خوام بدونم، و اینکه با رفتن جان بولتون به نظر شما آیا این عصر ترامپ اول و نقش آقای ترامپ اول هست که ما می‌بینیم آغاز میشه یا نه عوامل دیگری تاثیرگذار خواهند بود؟ به نظر من همیشه در سیاست خارجی آمریکا آقای ترامپ حرف اول رو زده. درسته که در سیاست خودش همیشه اجازه داده اون حبیج و چماق نقش خودشون رو بازی بکنن، و این آقای پومپئو هم به خاطر زیرکی که داره به خوبی متوجه شده که میتونه در نقش چماق آقای ترامپ نقش بازی بکنه، ولی تا مادامی که خط قرمزهای آقای ترامپ رو رد نکرده. مثالی که زدن آقای بورژردی، اول مثال رفتن به منطقه حائل میان دو کره، قدم گذاشتن بر خاک کره شمالی، چیزی نبود که آقای پومپئو بخواد ترسیم بکنه، نه در این دولت نه در دولت دیگه‌ای.
یا صحبت از اضافه کردن یا برگرداندن روسیه به سران گروه 8 صحبتی نیست که به مذاق آقای پومپئو خوش بیاد یا اصلا هماهنگی با نظرات ایشون داشته باشه. به نظر من آقای پومپئو هم اینو خودش میدونه کسانی که قبل ایشون بودن تندروتر از ایشون مثل بولتون، مثل نیکی هیلی، تمام کسانی که اومدن از اون حد و مرزی که ترامپ برای اینها قائل شده و بیشتر از اون سیاست چماقی که میخواسته اینها بازی بکنن، اگر قدم دیگه برداشتن کنار گذاشته شدن. و آقای پومپئو با توجه به سن و سالی که داره فکر میکنم با آینده سیاسی خودش نگاه میکنه و خودش رو مثل بقیه قربانی اظهار نظر کردن خودش و مخالفت با ترامپ نخواهد کرد. ما در مورد آقای بولتون به هر حال بحثمون رو شروع کردیم و اجازه بدیم برگردیم به او. با توجه به نقشی که او ظرف این سالها در سیاست آمریکا در قبال ایران بازی کرده، به هر حال چه وقتی که در پست‌های مهمی بوده، چه به هر حال وقتی که در سایه بوده، بگذارید یه مقدار راجع به این سوابق صحبت بکنیم. گفته میشه که آقای بولتون حتی در واقع ملغا شدن از شکست توافق سعدآباد هم نقش داشته. آقای خسروی، فکر میکنید که واقعا چقدر اینکه در واقع تندروهای در دو طرف هستن، آدمای مثل آقای بولتون در سیاست داخلی ایران هم هستن، کسایی که مخالف هر نوع مذاکره بین ایران و آمریکا، هر نوع در واقع مماشات دو کشور با هم هستند، در هر دو طرف طیف میبینیم، چقدر اونها الان دست بالا رو در ایران دارن و چقدر فکر میکنید از این سوابقی که ظرف این سالها ما دیدیم اینها آموختن که فرصت‌های اندکی هست، گاهی خیلی گذراست و میاد و میره. مثلا همونطور که در مورد سعدآباد بود، همونطور که در مورد برجام بود، وقتی از این فرصت‌ها استفاده نمیشه ممکن است خیلی بعدها ضررهای بیشتری بزنه. آیا هرگز چنین عقلانیتی رو الان در داخل ایران میشه شاهد بود یا نه؟ من پیش از اینکه به این پرسش پاسخ بدم می‌خواستم اشاره کنم، واقعا متاسفم که یکی از دوستان از تحریم و فشاری که داره به ملت ایران وارد میشه به عنوان خوشبختانه یاد میکنن و این رو فرصتی میدونن برای تغییر در ایران. مشخصا تحریم در گذشته و حال و آینده تنها تاثیرش ضعیف شدن جامعه مدنی است و فشار بر مردم، و اتفاقا همین نکته‌ای که شما بهش اشاره میکنید، هر چقدر این تحریم ها بالاتر است، نیروهای تندرو در ایران قدرت بیشتری میگیرن. در واقع این دو تندروها در دو طرف به یک گونه هم افزایی دارن. اون تندروی که در آمریکا رخ میدهد مابعزای داخلیش رو کاملا پیدا میکنه، صدای میانه‌روها و صدای کسانی که خواهان تعامل و مذاکره هستند رو دم به دم پایین میاره و باعث میشه که دور دست کسانی بیفته که ادعا شده است که خب ما مذاکره کردیم، نتیجه مذاکره و دستاورد امتیاز دادن در نهایت این شده است که الان دوباره تحریم ها برگشته و چیزی به دست نیاورده. این هم افزایی تندروهای داخل و خارج کاملا مشخص است و متاسفانه برخی هم من نمیدونم به صورت خیلی 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 خوشبینی کودکانه دارن نسبت به این ماجرا که این منجر میشود به یک تغییر مثبت در داخل. آنچه من میفهمم، آنچه که تجربه سالیان گذشته پیش روی ما قرار میدهد این است که افرادی مثل آقای بولتون در یک مابعزای داخلیش هم حتما وجود داره، اینها در تصمیم سازی مؤثر هستن و تصمیم سازی های اونها در نهایت منجر به محاق رفتن و به حاشیه رفتن صداهای میانه رو در ایران میشه. در این دو سه سال چه اتفاقی افتاده بعد از خروج آمریکا برجام؟ آیا فضای سیاسی کشور باز شده؟ آیا در جامعه مدنی ایران دستاورد بهتری داشته است؟ چه اتفاقی افتاده؟ باید این پاسخ داد. اگر بذارید آقای اعتمادی پاسخ بده. آقای اعتمادی نظرتون، اگر کسی راجع به این قضیه صحبت میکنه باید به این قضیه پاسخ بده که در این دو سال آیا دیگه فشار بیشتر، تنها راهی که تنها چیزی که باقی مانده است این است که یک برخورد نظامی بین ایران و آمریکا رخ بدهد. گام دیگری که باقی نمانده است، آیا این فشارها منجر به این شده است که در داخل فضای سیاسی، فضای تنفس بیشتری حاصل بشود؟ آیا باعث شده است که جامعه مدنی ایران قدرت بیشتری پیدا بکند؟ باعث شده است که تندروها صدای بالاتری پیدا بکنند، دست بالا رو پیدا بکنند و دم به دم کسانی رو که خواهان تعامل و بهبود و یک رابطه متعادل با دنیا هستن رو به حاشیه برن؟ آقای خسروی اجازه بدین آقای اعتمادی جواب بدن، بفهمید. اتفاقا نکته خیلی جالبی رو آقای خسروی اشاره میکنن، چون در واقع حرف خودشون دارن نقض میکنن. یک دوگانه جعلی درست کردن تون رو میانه رو. خب الان که الان این برجام که آقای ترامپ تقریبا یه سال و کمتر از یه سال و نیمه با 16-17 هم از خارج شده، شما الان اون میانه روهایی که شما اینجا نمایندگیشون میکنید که من خیلی اعتقاد ندارم میانه رو هستن، اونا از سال 92 در قدرت هستن. چه گلی به سر مردم ایران زدید از برجام؟ چه آیدی نصیب مردم ایران شد؟ مگه سال 96 دهه 96 که مردم به خیابون ها اومدن
مگه آقای ترامپ هنوز از برجام خارج شده بود؟ اون موقع مردم به خواستشون در واقع اعتراض کردن به اینکه این پولی که باید آیدیش نصیب مردم ایران میشده داشته خرج بشار اسد و میلیاردها دلار فرستاد همین دولت آقای روحانی برای بشار اسد. اجازه بدید من صحبت کنم آقای خسروی، شما صحبت کنید، اجازه بدید من صحبت کنم. ببینید ما شما از یک به یک دولتی میگید میای رو که همین دیروز وزیر آموزش پرورشش اومده گفته که ما دانش آموزی رو که بیاد دینش رو اعلام بکنه، دینش غیر رسمی باشه، او رو اخراج میکنیم. شما از به چه این دولتی میگید میای رو؟ شما دارید به دولتی میگید میانه رو که در الان نه 6 سال به وعده اولیه‌اش عمل نکرده. من به شما اجازه میدم صحبت کنید بلافاصله بعد صحبت آقای اعتمادی. بله اجازه بدید آقای اعتمادی صحبتشون تمام شه. آقای خسروی من به شما وقت میدم، بفرمایید آقای اعتمادی. شما به دولتی میگید میانه رو که 6 سال به وعده‌های اولیه‌اش عمل نکرده و باعث شده که یک دختر جوان خودش رو آتیش بزنه. این رفتاریه که شما بهش میانه رو من تصور نمی‌کنم ربطی به سیاست خارجی و تحریم‌ها داشته باشه. تحریم‌ها از این جهت مهمه که نشون میدیم با این دولت فارغ از این که چه کسی سر کار باشه یک دو حکومت نرمال نیست و اجازه میده به مردم ایران که واقعیت این دولت رو بشناسن. در نتیجه خروج ایالات متحده از برجام، در نتیجه این تحریم‌ها بوده که امروز مردم ایران بین روحانی و خامنه‌ای فرقی ندارن، بین ظریف و ولایتی به عنوان مشاور خامنه‌ای فرقی نمی‌بینن، هر دو اینها رو مالکش اعظم میبینن. این نتیجه تحریمات، این گفتمان براندازانه که امروز در ایران حاکم شده به این جهت من میگم که تحریما خوشبختانه وارد شده به خاطر که این گفتمان حاکم شده. امروز نگاه شما رو کسی نمیپذیره در ایران، نگاه شما یک نگاه شکست خورده. آقای اعتمادی بفرمایید. آقای خسروی بفرمایید. ببینید من نمیخوام مشخص موضعی که داره گرفته میشه دیگه، همه ی حرف من این است که ما برای اینکه مسائل ایران رو حل کنیم باید نگاه ملی داشته باشیم، نگاهمون نباید به بیگانه و یک دولت خارجی باشه. مگر ما موافق اون سیاست هایی هستیم که ایشون از منتقدش هستن؟ مگر ما کسی موافق اون اتفاقاتی است که داره رخ میده؟ شما موافق این دولت هستین آقای خسروی؟ شما دارید برچسب میزنید دوست من، منم میتونم هزاران چیز به شما بچسبم. از صحبت‌های خودتون شما تموم بشه. پرورش رو زدید و اصلا چه ارتباطی داره به بحث ما؟ اصلا چه ارتباطی داشت این قضیه وزیر آموزش پرورش به بحثی که ما مطرح کردیم؟ شما مطرح کردید. یه بحث دیگری است قطعا منتقاد داره. نه این چیزی که نمیشود که شما آسمان رو بریسمان میگید. آن چیزی که وجود دارد این است که دستاورد تحریم در 2 سال گذشته آیا جز با دست بالا گرفتن نیروهای رادیکال و تندرو بوده است؟ آیا جز فشار بر مردم ایران بوده است؟ آیا جز آقای خسروی فکر میکنم آقای اعتمادی چیزی که میگن اینه، میگن که اون چیزی که در واقع مد نظر ایشون و همراهان ایشون هست این هستش که مردم ایران بفهمن که فرقی بین تندرو و میانه رو در حکومت ایران نیست و این فشارها باعث شده که این رو مردم بفهمن. الان ایشون و دوستانش تصور میکنن هرچه بدتر بهتر، چون هرچه بدتر بشود ممکن است مردم به جان بیایند و ناگهان مثلا حکومت رو سرنگون کنند. این تصور این در واقع هزینه شو باید دیگران بدن. ایشون معتقدن هرچه بدتر بهتر، نه ما اینجوری معتقد نیستیم که هرچه بدتر بهتر. من فکر میکنم این مسائل داخلی و مربوط به خود ما، من میزگردم راجع به سیاست خارجی بود. من بسیار خب، من فکر میکنم ما بهتر است که از این بحث بریم به سمت همون بحثی که در واقع بحث برنامه هست. آیه خسروی، من از شما سوال کردم که آیا فکر نمی‌کنید که این که گاهی به هر حال پنجره‌های کوچکی باز میشه برای اینکه ایران مشکلش رو با آمریکا حل بکنه، چون حکومت جمهوری اسلامی 40 سال است که با آمریکا مشکل داره، پنجره‌های کوچکی باز شده. الان که تاریخ این 40 سال رو مرور می‌کنیم می‌بینیم هر بار یک اتفاقاتی افتاده که عده‌ای به هر حال نگذاشتند از هر دو طرف اتفاق افتاده. فکر می‌کنید الان در تهران این عقلانیت وجود داره که مثلا گفته بشه پنجره‌ای باز شده، بولتون کنار رفته، ممکن هست گفتگویی بین ایران و آمریکا صورت بگیره، بیایم از این فرصت استفاده بکنیم؟ من گمان منم اول بحث هست که من فکر نمی‌کنم تا وقتی که آمریکا به برجام برنگرده، من فکر نمی‌کنم که گفتگون به منظوری که از اون منظر و نگاهی که آقای ترامپ انتظار داره، آقای ترامپ نیازمند این هست که در واقع یک دیدار در سطح بالا صورت بگیره، حتی یک دیدار کوتاه هم صورت بگیره. اون چیزی که الان رخ داده با کنار رفتن آقای بولتون من تصور نمی‌کنم به این زودی رخ بدهد و اون چیزی که آقای ترامپ مد نظرشون هست رخ بده. شاید سال دیگه این موقع مثلا شاید این اتفاق رخ بده، ولی در حال حاضر ما نمی‌کنم کناره‌گیری آقای بولتون اگر منجر به این نشود که آمریکا بخشی از در واقع تعهداتی که در برجام داشته حداقل بخشیش رو انجام بدهد اتفاق ویژه‌ای بیفته، چون اخباری هم که راجع به
دیدگاه آقای ترامپ به پیشنهاد آقای مکرون داریم بسیار زد و نقیض است. هنوز معلوم نیست که ایشون اصلا موافقت کردن که این خط اعتباری 15 میلیارد دلاری باز بشود یا نه. فکر نمی‌کنم در شرایط حاضر مذاکره از اون جنسی که ایشون انتظار دارن رخ بده در حال حاضر. آقای بوجری، آیا اصلا آمریکا نگران این هست که ایران چند قدمی از اون در واقع تعهدات برجامیش عقب رفته، یا اینکه اصلا براش مهم نیست و فکر میکنه که به هر حال این چیزهای کاری که داره ایران در بحث اتمی میکنه هنوز فاصله زیادی تا ساختن بمب داره، اون نگرانی که به هر حال نگرانی عمده آمریکا هست از برنامه اتمی ایران و بنابراین چندان نگرانش نمیکنه؟ این سه اقدامی که ایران تا به حال کرده اقداماتی نیست که به اصطلاح امریکا رو آنچنان نگران بکنه که باید همین الان در رابطه با مذاکره با ایران به یک جایی برسن. اما اگر این نوع گونه اقدامات ایران ادامه پیدا بکنه، چرا نگرانی های بسیار اول در اروپا و بعد در امریکا دامن خواهد زد. واقعیتش این است که به دوران آقای اوباما هم که برمیگردیم میبینیم که نزدیکتر شدن ایران در مسئله غنی سازی به اون حد نصابی که نگران کننده بود، این مسئله برجام رو با خودش برمغان آورد و دولت ترامپ هم نمیتونه موضعی به غیر از این داشته باشه. هیچ رئیس جمهوری در امریکا نمیخواد که به اصطلاح تاریخ در موردش بنویسه ایشون رئیس جمهوری بودن در زمان ایشون کشور ایران یک بمب اتمی دست یافت. بنابراین اگر ما به اون مرحله برسیم، بدون شک نگرانی ها، تحریم ها، مذاکره، اهرم های چماق و هویج از طرف امریکا بیشتر و بیشتر اعمال خواهد شد. بله. آقای سولجوس، ظرف ماه‌های گذشته که دو سال اخیر آقای ظریف دائم به مثلث بی و قضیه آقای بولتون، نتانیاهو و بن سلمان و بن زاید اینها اشاره کرده، فکر می‌کنید که آیا واقعاً چنین مثلثی اصلا وجود داشت یا یک در واقع تصوری بود؟ و اگر چنین چیزی بود، آیا با رفتن آقای بولتون میشه تغییر عمده در این در واقع تأثیر سیاست‌های این گروه دید در سیاست خارجی آمریکا؟ بله، ما تأثیر این گروه رو قبلا هم دیدیم، نه تنها در زمان آقای ترامپ، در زمان آقای اوباما هم. ملک عبدالله پادشاه قبلی عربستان به اصرار با خود آقای اوباما و آقای پتراوس مطرح کرده بود که حتما باید به ایران حمله نظامی بشه، و از زمانی که آقای نتانیاهو هم سر کار بوده همیشه این تاکید رو کرده که گفتگو با ایران به هیچ جنب خواهد رسید، توافق اتمی با ایران بدترین توافق بوده و این تهدید نظامی رو چه از جانب خودش و چه از جانب آمریکا همیشه کرده. بنابراین این تأثیر این افراد یا گروه ها کشورهای در منطقه هم همیشه وجود داشته، نمیشه اینها رو نادیده گرفت. تنها چیزی که میشه تأثیر مثبتی که رفتن آقای بولتون میتونه داشته باشه، به نظر من این نشون میده به افرادی مثل نتانیاهو، بن زاید یا بن سلمان که اگر لازم باشه آقای ترامپ حتی نزدیکترین افراد خودش رو هم زیر اتوبوس میندازه که اون سیاست خودش رو پیش ببره. اگر لازم باشه بخواد حسن نیت خودش رو ثابت بکنه فقط به خاطر اینکه بخواد یه عکس بگیره با سران حکومت ایران، این کار خواهد کرد و نزدیکترین افراد خودش رو کنار خواهد گذاشت. به نظرم شاید به نوعی نتانیاهو یا بن زاید یا بن سلمان رو هم نوعی سورپرایز کرد. در هفته قبل داشتیم ما که زمانی که آقای ترامپ در اجلاس سران هفت بودن، یکی دو هفته قبل زمانی که آقای ظریف رفتن به اروپا، آقای نتانیاهو سعی داشتن که حتی تلفنی اگر شده تماسی با آقای ترامپ بگیرن که حتما مانع یک ملاقات غیر پیشبینی بین آقای ترامپ و آقای ظریف بشن. همینطور میبینیم که از الان آقای نتانیاهو شروع کرده که همچنان تاکید میکنه که صحبت کردن با جمهوری اسلامی با حکومت ایران که اشتباه هست، بدترین زمان هست. و این تاثیر اینها هیچ وقت کم نبوده، اما اینکه آیا تا چه حد تصمیم آقای ترامپ رو تونستن تاثیرگذار باشن یا اینکه حرف نهایی رو خود آقای ترامپ زده، به نظر من در نهایت همیشه خود آقای ترامپ تصمیم گیرنده بوده. آیا اعتمادی نظر شما چی؟ به نظر شما آقای نتانیاهو هنوز تصویر پیشین رو داره؟ به نظر میاد در ماه‌ها و سال‌های اول ریاست جمهوری آقای ترامپ نزدیکی او به اسرائیل خیلی تاثیر داشت روی بسیار از تصمیماتی که در سیاست خارجی گرفت، از جمله روابطش با ایران. ببینید، اساساً سیاست‌گذاری در ایالات متحده به این شکلی که شما و دوست دیگر الان توضیح دادن نیست. اینکه آقای نتانیاهو زنگ بزنه به آقای ترامپ و روش اثر بگذاره یا
بن سلمان یا بن زاید، اون چیزی که آقای ظریف ساخته و واقعا یک کمدی به نظر من، این به این شکل نیستش. یعنی آقای رئیس جمهور در امریکا یه سری مشاورانی داره، رئیس CIA هستش، رئیس نمیدونم ستاد مشترک ارتش هستش، وزیر خارجه هستش، مشاور امنیت ملی هستش، وزیر دفاع هستش، اینها هم یه نظرات رو میدن که از مشاوران ممکنه غیر رسمی داشته باشه که آقای ترامپ داره، و در نهایت شخص رئیس جمهور تصمیم میگیره که اینجا می رئیس جمهوری داریم که خیلی دوست داره خودش به هر حال نظر نهایی رو بده. و برگردم اون صحبت اولی که من یک مقایسه کردم که آقای فکر کنم بورجری اشتباه متوجه شدم، من اشاره کردم به نقشی که آقای کیسینجر در دولت ریچارد نیکسون به طور همزمان داشت، مقایسه نکردم توانایی آقای پامپئو رو با توانایی آقای کیسینجر. گفتم در اون زمان آقای نیکسون کیسینجر رو در دو نقشش مشاور امنیت ملی و وزیر خارجه منصوب کرد و این ممکنه در مورد آقای پامپئو هم اتفاق بیفته. و اتفاقا برگردم این سوال شما، نحوه تصمیمی در دولت امریکا به این صورت که مثلا رئیس CIA که امروز نزدیک به آقای پامپئو، وزیر دفاع که او روابط خوبی داره، اگر او خودش مشاور امنیت ملی بشه یا فرد نزدیک به اونجا بشینه، اینها میتونن روی تصمیم رئیس جمهور اثرگذار باشن، نه اون حالا مثلث یا تیم جعلی به که آقای ظریف میگه. آقای بورجردی نظر شما چیه؟ من انتظار ندارم که آقای ترامپ پست مشاور امنیت ملی رو هم به آقای پامپئو بدن. فکر میکنم این اتفاق نخواهد افتاد به دلایل مختلفی، و من جمله از این که ایشون رو همونجور که مطرح شد نمیخوان هیچ شخصی آنچنان قدرتمند باشن در کابینه که بخواد روی خود شخص آقای ترامپ به اصطلاح سایه بیفکنه. بنابراین به نظر من اون احتمالش بسیار کمه. افراد بسیاری هستن از جمله از معاون فعلیش گرفته یا حتی آقای برایان هوک و غیره که دارن راشو بهشون صحبت میکنن به عنوان جانشین های احتمالی که برای آقای بولتون در نظر گرفته شد. خب آقای برایان هوک که الان به هر حال میدونیم که در مورد ایران چه جور نظراتی داره و به هر حال شنیدیم نظراتشون رو، اگه ایشون جایگزین آقای بولتون بشن وضع برای مذاکره با ایران بدتر نخواهد شد؟ بله، برای ایشون هم از همون نگاه تون دارن میان، ولی واقعیت برمیگرده به این مسئله که چون تصمیم رو آقای ترامپ میگیره و چون آقای ترامپ نگاه ایدئولوژیک نداره، ایشون به این شکل دیگه نگاه میکنه. ببینید یه دو تا مثال براتون بزنم در رابطه با مسئله کره شمالی، یا اینکه ایشون آقای ترامپ حتی مایل بودن رهبران طالبان رو درست در سالگرد 11 سپتامبر بیارن به امریکا و باشون مذاکره بکنن. اینها بیان چی است؟ بیان اینه که سیاست رو ایشون در اون نگاه قطبی که ما در جنگ سرد شاهدش بودیم و بعضی دیگر افراد کابینشون دارن ندارن. خب آقای بورژردی، بنابراین برای آقای ترامپ گفتید یه چیزای دیگه ای مهم است. در این معادلاتی که برای آقای ترامپ مهم هست، نقش اروپا چقدر هست؟ میدونیم که به هر حال آقای مکرون بارها سر قضیه ایران پیش قدم شده، صحبت هایی کرده، حتی خود آقای مکرون گفته تا چند هفته دیگه آقای روحانی و آقای ترامپ دیدار میکنن. بالاخره باید از یک جایی بیاد این حرف ها دیگه، یک رئیس جمهوری نمیاد همینطوری یه چیزی بگه. کاملا درسته. به نظر من امریکایی‌ها نمیخوان به هیچ وجه تماس اروپایی ها با ایران کاملا قطع بشه. من حتی اینو به عنوان یک پیش بینی میگم، نه اینکه لزوما اتفاق خواهد افتاد، ولی مثلا فکر کنین که در اجلاس دو هفته دیگه سازمان ملل آقای روحانی و آقای مکرون با هم ملاقات دارن، یک دفعه خبرش در میاد که آقای ترامپ هم سرزده به میتینگ اینها اومده، خواسته وارد بشه که بحث سه نفره بشه. به نظر من این چیزها رو نمیشه از به عنوان واقعیتایی که ممکنه در این عرصه صورت بگیره. یعنی ببینین نحوه تعامل آقای ترامپ این شکلی هست که میخواد دست طرف مقابل رو به اصطلاح در یک موقعیت قرار بده که اونها مجبور بشن پاسخ بدن، و اگر دعوت‌های محترمانه از آقای روحانی برای ملاقات به جایی نرسه، حتی یک چنین چیزی هم قابل تصور هست. رهبران ایران سال‌هاست که دارن اجتناب می‌کنن از دیدار با رهبران امریکا در سازمان ملل. این دفعه می‌تونه امریکا بخواد بهشون به صورت رودستی بزنه در آنچه در به صورت هالوی سازمان ملل صورت خواهد گرفت. احتمالاً این سناریویی هست که برای آقای روحانی هم سناریوی بدی نخواهد بود، با توجه به اینکه مشکل عمدهش برای مذاکره با آمریکا یا دیدار احتمالاً این هست که نگران بازخوردی هست که در میان تندروها در ایران باهاش روبرو هست، نه اینکه چون به هر حال خیلی از رؤسای جمهوری در ایران علاقمند هستند که
در واقع پایان مشکلات ایران و آمریکا رو به نام اونها در تاریخ ایران بذارن. آقای خسروی، فکر می‌کنید که چقدر الان آقای روحانی این، می‌دونیم که به هر حال در سیاست خارجی ایران دولت حرف آخر رو نمی‌زنه، اگر که حالا نگیم شخص رهبری، معادلاتی که پشت پرده هست تأثیر 100% داره روی این که بالاخره آقای روحانی چه خواهد کرد در اون دیدار و در اون نشست مجمع عمومی. فکر می‌کنید الان به اون سمت می‌ریم که گفتگوی احتمالاً صورت بگیره؟ می‌بینید این که سناریویی که دوستمون فرمودن بله می‌تونه محتمل هست و ممکنه رخ بدهد. اتفاقاً همونطوری که شما گفتید می‌تونه کمترین هزینه رو هم برای روحانی داشته باشه. به هر حال میتونه در داخل بگوید که در عمل انجام شده قرار گرفته، اون هزینه های لازم رو، در هزینه هایی که برش متصور هست رو نده. ولی گمان میکنم همینطوری که ماها اینجا نشستیم و راجع به همچین چیزی حرف میزنیم و احتمالش رو میدیم، قطعا اون حلقه های اصلی تصمیم گیرم یک همچین احتمالی رو از نظر دور نمیدن و راجعش فکر میکنن. طبیعتا من گمان میکنم که پیشبینی این ماجرا شده است، یعنی اگر قرار باشد این اتفاق رخ بدهد راجبش فکر شده و اگر قرار هست رخ ندهد هم راههایی که جلوی این اتفاق گرفته بشه به گمان من روش فکر شده. این که آیا در حال حاضر دولت روحانی، من فکر می‌کنم دولت روحانی هم به هر حال تمایل نیست این اتفاق رخ بده، چون تمام تخم مرغش به سبد برجام و سیاست خارجی بود و قفل شده. تمام مشکلاتی که دولت الان داره از زمانی آغاز شد که در حوزه اقتصادی عرض می‌کنم، نه در حوزه مطالبات اصلاح طلبانه مردم که بهش پاسخ داده نشده. در حوزه سیاست خارجی مشکلاتش در حوزه اقتصادی مشکل از زمانی آغاز شد که برجام به مشکل برخورد. اونها هم به این فکر میکنن که تنها راهی که بتوانند یک شرایط مناسبی رو برای دولتشون ایجاد بکنن این خواهد بود که یک اتفاق در سیاست خارجی بیفته، ولی گمان میکنم شرایط داخلی برای یک همچین چیزی مساعد نیست. من خیلی این قضیه رو پرهزینه میدونم و اگر این اتفاق رخ بده منوط اینو اتفاقی نمیدونم، یعنی قبلش حتما به گمان من رایزنی و تایید ضمنی گرفته شده. اینه وقتی ما راجبش فکر کنیم حتما اونا هم میتونن راجبش فکر بکنن و پیش بینی شده. نمیشود حتی اگر اتفاقی به نظر برسه اتفاقی درنسید رو آی اعتمادی نظر شما رو هم بشنویم اگه ممکنه کوتاه. من موافقم با آقای خسروی اینجا، برای اینکه فکر میکنم این یک سناریوی خیلی دور از ذهن نیست و اگر قرار باشه چنین اتفاقی بیفته حتما دربارش هم فکر شده، همین که تاییدش از آقای خامنه‌ای گرفته شده. یعنی بدون نظر و تایید آقای خامنه‌ای بعیده که حتی چنین اتفاقی بیفته که آقای مثلا ترامپ بره سرزده وارد یک میتینگی بشه بین آقای روحانی و آقای مکرون. این آقای سول دوست نظر شما رو هم بشنویم خیلی کوتاه. خواهش می‌کنم. من فقط به اون نکته اشاره بکنم که در مورد تاثیر آقای نتانیاهو بود، فکر می‌کنم مهمون دیگه‌مون فراموش کردن که وقتی که سپاه به لیست گروه‌های تروریستی اضافه شد، آقای نتانیاهو اعلام کرد رسماً که به خواست ایشون آقای ترامپ این کار انجام داده و از طرف آقای ترامپ هم این موضوع تکذیب نشد. در مورد ملاقات احتمالی، بله من فکر می‌کنم که هر دو طرف دارن فکر می‌کنن اگر در شرایطی قرار گرفتن که ناگزیر شدن که روبروی هم دیگه قرار بگیرن، چطور این اتفاق رو مدیریت بکنن که با کمترین هزینه باشه نسبت به موازی که الان قبل از اجلاس دارن هر دو طرف میگیرن. به هر حال مواضع ضد و نقیضی که نسبت به هم دیگه دارن اتخاذ میکنن قطعا فکر اون رو هم فهم کرد. در یک صورت آقای روحانی به نظر من اصلا هیچ مجوزی برای دیدار نخواهد داشت، اون در صورت خواهد بود که اصلا به نیویورک نره. متشکرم آقای سلطوس، آقای خسروی، آقای اعتمادی و آقای بروجردی، متشکرم که در این بحث شرکت کردید و ممنونم از شما که با صفحه آخر هفته همراه ما بودید. برنامه رو میتونید روی وبسایت ما و روی سایت یوتیوب ببینید. پادکست ما رو هم میتونید بشنوید هم در تلگرام هم در اپلیکیشن پادکست. شب و روزتون خوش.